با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان، در این آموزش در خدمتتون هستم با حل تست 101 از کنکور 1400 رشته ریاضی. تست در نظر گرفته برای شما عزیزان یک تست ترکیبی هست، ترکیبی از بحث SOP و همچنین معادلات دو مجذوری. تست در نظر گرفته شده رو بخونیم. اگر مجموع و حاصل ضرب ریشه های حقیقی این معادله، ببینید همونطوری که ملاحظه میکنید معادله‌ای که به ما داده در فرم ظاهر در قالب معادله درجه 2 هست، اما با این اختلاف که به جای توان 2.4 رو داریم به جای توان 1.2 رو داریم، که در این گونه موارد ما از تغییر متغیر برای حل این معادلات استفاده میکنیم. به ترتیب مجموع ریشه ها معرفی شده، مجموع رو S و حاصل ضرب ریشه ها رو به ما P معرفی کرده و حاصل این عبارت رو خواسته که اینجا اگر دقت بفرمایید بر حسب P و S هست. خب با توجه به عبارت داده شده که بر اساس P و S نوشته شده، پس مجهول سوال ما در قدم اول این هست که ما ریشه ها رو بتونیم محاسبه بکنیم که با جمع کردن اونها به S برسیم و با ضرب کردن اونها به P برسیم. درسنامه‌ای که در این ارتباط هست، من اول درسنامه رو ارائه بدم خدمتون، بعد تست کنکور رو حل میکنیم. اگه آلفا و بتا ریشه های معادله این معادله درجه 2 باشن، ما حاصل جمع ریشه ها رو با حرف S نمایش میدیم که از لحاظ عبارتی برابر منفی بی آم هست و حاصل ضرب ریشه ها رو با حرف P نمایش میدیم که برابر هست با سی آم. اگر معادله ای رو داشته باشیم که از نوع معادله درجه 4 باشه، نوع درجه 4 باشه، ما میتونیم اون رو به روش معادله درجه 2 حل کنیم. خب حالا این روش معادله درجه 2 به چه صورت هست؟ باید به جای متغیری که داره، یعنی اون توان 2ی که داره، ما یک متغیر مجهول جدیدی رو حالا به هر اسم دلخواه خودمون، که مثلا اینجا به عنوان مثال من این رو U در نظر گرفتم، X2 رو U در نظر بگیریم، که به این کارمون گفته میشه تغییر متغیر، یعنی ما داریم اینجا تغییر متغیر میدیم. خب به عنوان مثال این معادله رو دقت بفرمایید، X4 منهای 10 X2 به اضافه 9 مساوی 0. همطوری که ملاحظه میکنید این در قالب یک معادله درجه 2 هست، اما گفتیم که با اختلاف اینکه به جای X2 X4 داریم، به جای X2 رو داریم. تغییر متغیر رو لحاظ میکنیم، به جای X2 U رو در نظر میگیریم و معادلمون رو بر حسب متغیر جدید مینویسیم. همطوری که دقت میکنید الان یه به یک معادله درجه 2 رسیدیم. خب حل کردن معادله درجه 2 هم مطمئنن کار سختی برای شما عزیزان نیست. میتونیم به روش فرمول کلی معادله رو حل کنیم. اینجا از راه تجزیه هم سریعتر به جواب میرسیم. خب تست رو با هم ببینیم. حل تست رو با توجه به این توضیحاتی که خدمتون ارائه شد، معادله که به ما داده شده، ببینید این معادله درجه 4 هست. طبق توضیحاتی که خدمتون عرض کردم باید تغییر متغیر بدیم. X4 رو ما برابر، در واقع X2 رو برابر با T در نظر میگیریم و برابر با اون، یعنی مطابق با تغییر متغیری که در نظر گرفته شده، X4 برابر با T2 خواهد شد. خب با جاگذاری به جای در واقع این تغییر متغیرها در معادلمون، به این معادله درجه 2 بر حسب T میرسیم. حالا این معادله درجه 2 رو دیگه به روش فرمول کلی که دلتا هست، دلتاش رو به دست میاریم. دلتا رو که به دست بیاریم، B2 منهای 4 آسی رو محاسبه کنیم به عدد 69 میرسیم. دلتا بزرگتر از 0، طبق درسنامه معادله دارای دو ریشه حقیقی متمایز هست. خب اینجا من ببینید X2 رو که اینجا نوشتم، الان ما T ما X2 هست، یعنی این همون T هست در واقع، ولی خب چون ما مستقیم میخواییم بر حسب جمع ریشه هامون این رو محاسبه بکنید، من این رو از X2 استفاده کردم. X2 برابر هست با طبق فرمول منفی B به اضافه و منهای رادیکال دلتا تقسیم بر 2A به این رابطه میرسیم. خب از این X2 که به دست اومده، مقدار عددی که در سمت راست داریم، 7 منهای رادیکال 69 دوم قابل قبول برای X2 نیست، چون یک مقدار منفیه. منفی رادیکال 69 خود رادیکال 69 8 خورده ای هست، چون علامت منفی داره، صورت این کس منفی میشه، یعنی کلن یک عدد منفی برابر با X2 قابل قبول نیست. پس فقط علامت مثبتش رو ما میپذیریم، یعنی این قابل قبول هست.
حالا با X2 کاری نداریم، ما X رو لازم داریم، پس باید از طرفین ریشه بگیریم و به این دو ریشه قرینه میرسیم. خب ریشه ها رو به دست آوردیم. در عبارتمون هم همونطوری که قبلا هم خدمتتون گفتم، عبارت ما بر حسب S و P هست. جمع دو عدد قرینه میدونیم صفره، پس اگر ریشه ها رو با هم جمع کنیم که مقدار S رو به دست بیاریم برای جاگذاری در این رابطه، به صفر میرسیم. خب کارمون خیلی آسون شد. الان 2S صفره، اینجا این عبارت وسط هم که S داره صفر خواهد شد. پس تنها چیزی رو که ما باید برای جواب این تست محاسبه بکنیم 2P2 هست. پس 2P2 الان مجهول این تست هست. خب P هم حاصل ضرب این دوتا این دوتا عدد در هم مثبت در منفی، علامت منفی رو خواهیم داشت. اگر این دو رادیکال در هم ضرب بشه، رادیکال بزرگشون برداشته میشه، یعنی اون عبارت زیر رادیکال بزرگ باقی میمونه. پس به این در واقع حاصل ضربشون این هست. به جای پی قرار دادیم این رو، دو هم که ضریب توان دو هم که خود این داره، این هم توان دو. خب این مخرج به توان دو برسه 4 میشه، با اون ساده میشه به 2 میرسه. صورت اتحاد مربع دو جمله‌ای هست، مربع اولی مربع دومی 118 رو به ما میده، دو برابر عدد اولمون در عدد دوممون 14 رادیکال 69 رو میده، که اگر این عبارت رو حالا تقسیم کنیم صورت بر مخرج به عدد 59 به اضافه 7 رادیکال 69 میرسیم، که این رو ما در گزینه 4 میبینیم و جواب این تست گزینه 4 خواهد بود. انشاءالله تهیه این کلیپ برای شما عزیزان مفید بوده باشه. تا آموزش بعدی شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدارتون.